خامنه‌ای در صحبتی که با نیروهاش قبل از عیدداشت از دشمن در کمین صحبت کرد. اما این دشمن در کمین نظام کیه که خامنه‌ای شب و روز کلیت نظامش رو از اون میترسونه؟ با نگاهی به مواضع کارگزاران رژیم به خوبی میشه فهمید که این دشمن در کمین نظام آخوندی کی هست؟ چند روز پس از روزه های وحشت‌آلود خامنه ای، معمای امنیت و حراس از دشمن در کمین توسط خودی های نظام حل شد. تعبیر دشمن من میکنم یه عده ای ناراحت میشن که چرا فلانی هی میگه دشمن. بله، باید تأکید کرد مردم فراموش نکنن که دشمنشون در کمینه. ذوالفقاری ضمن ابراز نگرانی از شرایط انفجاری جامعه گفت در حوزه امنیت داخل نظام باید بیشتر دقت شود. حتی در امن‌ترین ایام هم نمیتوان تصور کرد تهدیدی متوجه نظام نشود، چون تهدیدات بالقوه همیشه وجود دارد و اگر غفلت شود به فعلیت در نیاید. دشمن دائم داره برنامه‌ریزی میکنه. کسی داره رسما اسلحه میفروشه، آموزش اسلحه میده، آموزش درگیری و اغتشاش میده، آموزش میده که مردم چگونه شورش بکنن. پاسدار ذوالفقاری با اعتراف به فوران خشم مردم در آبان 98 هشدار داد حوادث آبان 98 از حیث امنیتی یا اجتماعی امنیتی برای نظام به لحاظ نوع حوادث رخ داده، نوع خسارت وارد شده و نوع خشونت هایی که داشتند تلخ‌ترین حادثه ای بود که برای نظام اتفاق افتاد. نگذارید وسوسه دشمن در جوانها اثر بگذاره و بتوانه اونها رو سرد کنه و در نهایت به خدمت بیاد. ری شهری از پایه‌گذاران اصلی وزارت بدنام اطلاعات در تشریح اهمیت امنیت نظام از قول خمینی گفت امام از وزیر می‌خواهد که افراد را با مشورت و صلاح دید بزرگانی مثل آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت به کار بگیرد. فرمودن که وزیری که من باید خودم شخصا بشناسم و موافقت کنم وزارت اطلاعاته، دیگه بقیه وزرا آزاد هستید، هر کی میخواد بذارید انتخاب کنید، ولی این یکی من خودم نظر دارم. آیا تاکید مستمر بر امنیت و آمادگی در برابر دشمن نشانه ی ریزش نیروهای امنیتی در وحشت از خیز پایانی نیست؟ ای خامنه ای خائن، ایران فروشی نیست، ایران وطن ماست، جانم فدای ایران، پاینده ایران. روحانی در صحبت امروزش در ستاد کرونای رژیم از وقوع پیک چهارم در فقط دو استان خبر داد، ولی سایر مقامات وزارت بهداشت رژیم حرف دیگری میزنند. در رابطه با پاندمی کرونا و موضوع واکسن و واکسیناسیون و پیک چهارم کرونا که کارگزارای رژیم نسبت به اون دارن هشدار میدن، گفتگوی داریم با آقای احمد گلفشار. ضمن تشکر از حضورتون در برنامه امروزمون، همونطور که گفتم در مورد همین موضوع پاندمی کرونا ما شاهد اظهارات متناقضی از طرف سردمدارای رژیم هستیم. الان پیک چهارم کرونا در ایران در چه نقطه‌ای قرار داره، چه وضعیتی داره؟ بله، با سلام خدمت شما و سلام خدمت همیهنان عزیز. خب امروز روز شنبه ها آخوند روحانی میاد در این ستاد کرونای رژیم، مثل هر هفته یک روزه‌ای میخونه برای اون پابند مریاش، ذکر مصیبتی و یه
مثلا دجالگری و این حرف ها که خب قلب واقعیت رو که خب همیشه ما در این رژیم میبینیم، ولی خب به طور مشخص سر موضوع کرونا امروز صحبتی که میکرد بحثش از این بودش که پیک چهارم در دو تا استان الان اتفاق افتاده. بله. خب این برخلاف تمام اظهارات سردمداران خود این وزارت بهداشت رژیمه، چیز دیگری میگن اونا کاملا. اصلا مثلا خود این حریرچی معاون وزارت بهداشت اومده از قطعی بودن کرونا، خیز کرونا اصلا گفته، یعنی گفته قطعا وارد موج چهارم کرونا شده ایم، یا ادامه داده بعد میگه طوری برخورد میکنن انگار وزارت بهداشت کرونا رو آورده است. این به بیان دیگه یعنی اینکه مردم ایران کاملا آگاه و مشرف به این مسئله هستن که این سیاست، سیاستی که توسط خود سردمداران رژیم در شیوع کرونا داره ادامه دار میشه، یعنی دیگه این چیزیه که برای مردم کاملا مسجل به عبارت دیگه. بله. خب پس این که میگه قطعیه، از اون طرف این علیرضا رئیسی سخنگوی همین ستاد کرونای رژیم هم اومده میگه متاسفانه شاهد خیز جدید بیماری در خیلی از استانهای کشور هستیم و به طور کلی روند کشور یک روند سعودی هست. بعد ادامه میده میگه در اکثر استانهای کشور الان به همین صورت متاسفانه دارد خیز شدیدی از بیماری برداشته میشه. و سخنگوی وزارت بهداشت رژیمم لاری اومده میگه که در حال حاضر ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی در تمام کشور چرخش کرده. منحنی بستری کرونا شبیه عمودی شده است، یعنی کاملا رو به سعودی با شدت. خب ببینید این صحبت هایی که خود این نفرات خود این وزارت بهداشت رژیم میکنن دقیقا در نقطه مقابل حرف روحانی هستش. اون میگه دو تا استان، اینا میگن در همه جا پخش شده. بله. خب طبعا اینا سیاستشون بر این اساسه که به طور قطره چکانی اون واقعیت های جامعه رو در موضوع کرونا انعکاس بدن، چون هیچ وقت که مثلا برخلاف کشورهای دیگه میبینیم مثلا در کشورهای دیگه جمهور میاد میگه ببین وضعیت اینجوریه، ما الان میخوام به اصطلاح محدودیت های اعمال بکنیم، مردم رو نسبت به وضعیت به اصطلاح روشن و آگاه میکنن که خب مردم با توجه به این مسئله خودشون رو تنظیم میکنن با وضعیت جدید، میفهمن که الان یه مشکلی هست، خب همه باید کمک کنن این مسئله رو به اصطلاح جمع بکنن از روی وضعیت کشورشون. ولی خب وقتی که روحانی میاد مسئله رو مینیمیزه میکنه با انواع و اقسام شگرت ها و ترفند هایی که میگه، چون میدونین که مثلا در صحبت های روحانی همواره همین موضوع هستش که مردم پروتکل های بهداشتی رعایت نمیکنه، تقصیر مردم همیشه، همیشه تقصیر مردمه، یا مثلا اینکه تحریم ها نمیذارن ما واکسن وارد بکنیم، یعنی همه چیز به بیرون از این رژیم مربوط میشه و سیاست های خود اینا هیچ جایی در به وجود آوردن چنین وضعیتی در ایران دخیل نیست. اینا دجال بازی های آخوندیه که خب این آخوند شیاد میاد همواره این کارو میکنه. ولی نکته مهم اینه که اگه شما توجه داشته باشین در حتی سردمداران خود این رژیم، از درون خود این رژیم، از کادرهای به اصطلاح همین پزشکی و اینا، بله، اومدن گفتن که اگر در روزهای نوروز محدودیت ها اعمال نشه ما با یک وضعیت انفجاری روبرو میشیم، یعنی اصلا خود همونطوری که گفتم افراد سیستم بهداشت رژیم اومدن این حرفا رو زدن. درسته. مثلا شما در خوزستان ببینید قرنطینه نکردن، به چه وضعیتی افتاد؟ بله. مثلا مخالفت کامل با وضعیت قرنطینه. درسته. الان در این چیزی که اینا میگن خیز برداشته و امام در تمام کشور چرخیده، خب این محصول یک
سیاستیه که اینا رفتن. بله. یعنی الان دیگه وضعیت به طوری شده که از درون خود رژیم دارن میگن که به صورت آگاهانه داره موضوع کرونا در ایران کش داده میشه، یعنی جلوش گرفته نمیشه. مثلا یکی از این متخصصین از این گروه هایی که متخصص همین بهداشت هستن، اصلا اومدن از این ستاد کرونای رژیم به قضای رژیم شکایت کردن. ببینید اصلا در این رابطه چی میگن، متن به اصطلاح شکایتی که کردن به صورت علنی کردن، میگه تمام شواهد و قرائن اثبات کننده پیک چهارم اپیدمی کرونا بود، پیکی که مهمترین دلیلش چرخش ویروس در تمام مناطق کشور است. هیچ کادر بهداشت، دقت کنید، هیچ کادر بهداشت و درمان شک نداشت بازگشایی محدودیت ها در نوروز پیک وحشتناکی را رقم خواهد زد و حال شاهد بروز این پیک هستیم. یعنی محدودیت هایی که اینا تحت عنوان نمونم نارنجی و آبی و زرد و این حرف اومدن تعریف کردن که هیچ کنون هم پادر واقعیت نداره، چون هیچ وقتی اینا به صورت حرف درستی نزدن که حالا بیان این قسمت رنگ بندی شهرها رو بخوان شفاف بگن و واقعیتش بگن. خب طبعا الان تو این وضعیت 47 به اذعان خودشون 47 استان کشور فقط به سلاتیس شده، قرمز شده، بعدم نارنجی و انواع وقتی کلان شهرها، بسیار از کلان شهرها الان این وضعیته و خودشون دارن میگن در 47 شهر منظورتون بود دیگه؟ بله، 45 استان. بله. و وضعیت الان به این ترتیب شده، همونطوری که اینا هم میگن الان مثلا شاهد بروز وحشتناک پیک هستیم در کل کشور، که خب این محصول این سیاست هاست که روحانی این اومده در کادر دو تا استان خلاصه کرده و طبق معمول مینیمیزه بده میکنه این وضعیت رو. این چیزی که الان مثلا در روزنامه های خود رژیم هم به این مثلا اشاره میکنن، مثلا روزنامه آفتاب یزد امروز اومده میگه ازدحام جمعیت در برخی از شهرها این توهم را به وجود آورده که نکنن مسئولین میخوان برخی از کسری های اقتصادی رو جبران کنن. یا یکی از کارشناساشون دوباره تو همین تو میگه در همه کشورهای دنیا از هر طریقی اقدام به وارد کردن واکسن کردن و بخش قابل توجهی مردم رو واکسینه کردن، در حالی که هنوز در جامعه ما حکومت با وارد کردن واکسن به صورت ایدئولوژیک برخورد میکنه، یعنی رو در روی خامنه ای. بله. که اومد موضوع به اصطلاح واکسن های گفت از آمریکا و نمیدونم انگلیس وارد نمی کنیم، من اون فایزر و اینا رو به اصطلاح بیونتک و اینا رو وارد نمی کنیم. بله. یعنی دارن خودشون درون خودشون دارن چنین چیزی میگن. حالا یک کار دیگه هم که این دارن، کاری به اصطلاح وقیحی که دارن میکنن، مردمی که به دلیل شرایط اقتصادی مجبورن بیان تو خیابون برای به اصطلاح امرار معاش خانواده‌شون، کسانی که به اصطلاح اینها قرنطینه رو میشونن، روزی 200,000 تومان جریمه میکنن. که اینو چیزیه که این رئیسی اومده امروز این مسئله رو عنوان کرد. بله. من با توجه فرصت کوتاهی هم که داریم در رابطه واکسیناسیون عمومی خواستم ازتون بپرسم، در مورد این واکسیناسیون عمومی هم حرفای درون رژیم خیلی متناقض هستش. آیا رژیم قصد داره واکسیناسیون عمومی رو انجام بده؟ خب این سوالیه که خب از قبل پاسخش مشخصه، یعنی با توجه به سیاست هایی که اینا دارن. دفعاتی به اصطلاح گذاشتم در این مورد صحبت کردم، مثلا خود این ظفرقندی که رئیس سازمان نظام پزشکی رژیمه میگه ما الان میزان واکسنی که داریم متناسب با همون چیزی که تعریف کرده بودن به عنوان اولویت اول. بله. یعنی کادر درمان خودشون. بله. اصلا به اونها هم نمیرسه میزان الان واکسنی که دارن. بله. بعد سر واکسن های داخلی که میگن اساسا زمان بندی هایی که اینو دارن میدن، مثلا اگه خاطرتون باشه گفتن در بهار ما واکسیناسیون میکنیم، میگن فلان واکسن میاد به بازار و یه مسئله حل میشه. بله. الان هر کدومشون دارن یک زمان بندی میدن، چون اینا اساس سیاست واکسیناسیون ندارن، یعنی اصلا بسیار تصمیمی ندارن سر این موضوع. مثلا اگه یادتون باشه در گذشته این
همین هفته قبل بود که این رئیسی میگفت در دی ماه. بله. الان این مصطفی قانعی رئیس کمیته ستاد کرونا اومده میگه پیش بینی ما برای آغاز واکسیناسیون همگانی کرونا از حدود مهر ماه. این میگه مهر ماه، اون میگه دی ماه. اصلا سیاسی، اصلا در اون زمان اصلا اینا دیگه سر کار نیستن، یعنی بعد از انتخابات، یعنی دارن یه سری وعده‌های سرخرمن به اصطلاح میدن سر موضوع واکسیناسیون که سردرگم میکنن. خب این سیاست اینهاست که سردرگم کردن مردمه. یا مثلا همین قانعی همین هفته پیش گفته بود در واکسیناسیون بسیار عقبیم، به میزان مناسب واکسن وارد نکردیم. بله. این برنامه شکست خورده است، این سر واکسیناسیون. ببینید، یا مثلا این دوره اومده میگه که میگه ما تا 6 ماه دیگه واکسیناسیون رو تموم میکنیم. همین رئیسی. بله. از یه طرف میگه دی ماه، از اون طرف میگه 6 ماه، از اون ببینید سردرگم میکنن. بله. که البته خب این سیاستیه که شکست خورده است. یعنی اگه شما توجه بکنید الان از درون خودشون دارن میگن این سیاست شکست خورده، همون چیزی که الان این قانعی میگفت. بله. یعنی مردم نسبت به این وضعیت کاملا آگاهن. خودشون دارن میگن از درون خودشون که دارن کرونا رو کش میدن، برای اینکه همون بحثی که همیشه میکردیم به عنوان فرصت اینا میبینن. بله. و به اصطلاح ادامه حکومت و بقای خودشون رو با موضوع کرونا گره زدن. بله. که البته خب این سیاستیه که اینو این سیاست شکست خورده چیزی نیست که بتونه دووم بیاره. طبعا مردم نسبت به این وضعیت آگاهن، هر روز داریم میبینیم در خیابان ها اعتراضات مردم، و این سرنوشتیه که در به اصطلاح در وضعیت آینده رژیم خواهد بود. سرنگونی این رژیم به توسط خود مردم که چه بسا از همین موضوع کرونا شعله بکشه. بله. خیلی ممنونم از شرکتتون در گفتگوی امروزمون و از توضیحاتی که دادید. دوستان عزیز، در ادامه این برنامه ما رو همراهی کنید. موضوعی که طنزنویسای حکومتی در درون رژیم به اون پرداختن به اصطلاح پیشرفت‌های رژیم در سال 99 هست. یعنی در این زمینه اونقدر چنته رژیم خالیه و اونقدر واضح و آشکاره که فقط در زمینه طنز میشه به اون پرداخت. اما اون چیزی که بیش از هر طنزی خنده دار هستش، آوردن کلمه پیشرفت در کنار اسم رژیمه. به یه نمونه از طنزهای حکومتی در رابطه با به اصطلاح پیشرفت‌های نظام در سال 99 توجه کنید. برگرفته از روزنامه‌های حکومتی با اندکی تلخیص و تصرف. پیشرفت‌های سال 99. یکی از پیشرفت‌های خوبی که در سال 99 داشتیم تولید زیاد جملات قصار بود که در این راه جداً مقامات نظام کم نذاشتند و همینطور آس روی آس رو کردند. یکی از نمایندگان خانم مجلس هم گفت به فرزندانش اجازه استفاده از اندروید رو نمیده تا منحرف نشن. نماینده دیگه مجلس گفته بود اگر کسی 1-2 میلیون به مسئولی پرداخت کنه رشوه محسوب نمیشه و اسمش شیرینیه، که حرف صادقانه‌ای به نظر می‌رسید. دوست دیگه‌ای در پاسخ به این که زندگیت رو چطور می‌گذرونی گفته بود با هدیه رفقا
که البته اسمی از رفقای با مرامش نبرده بود. این فقط کمی بعد از این بود که یک متهم اقتصادی در دادگاهی گفته بود رفقایی دارم که حاضرن کل لواسان رو به نامم بزنن. بهروز افخمی سرباز نظام که به جای سلاح دوربین دست گرفته و به سمت دشمنان نظام رگبار هنری میزنه، در تولید جملات ناب سینمایی و فرهنگی هم ید طولایی داره. بله، این آقای بهروز خان گفته بود غربی ها فیلم 1917 رو از روی فیلم دیدبان حاتمی کیا ساختن. در ادامه بعد از اینکه 1500 تا واکسن آنفولانزا رفت مجلس و مشخص شد به نمایندگان مجلس خودروی دینا پلاس قسطی دادن، نماینده قزوین گفت من خودروی شاسی بلند میخوام. ولی شاید یکی از بهترین جملات قصار به یکی از مسئولان وزارت بهداشت تعلق داشت که فرمودند مردم به جای کره آووکادو، روغن زیتون و آجیل مصرف کنند. وزارت آموزش و پرورش هم از این قافله عقب نموند و چند تا جمله قصار عالی برای ثبت در تاریخ تولید کرد. بله، یکی از مسئولان آموزش و پرورش در مورد تعطیلی مدارس در دوران کرونا گفت مردم صبح زود زنگ بزنن به مدارس و بپرسن مدرسه تعطیله یا نه. مسئولان آموزش و پرورش در مورد حذف عکس دختران از روی جلد کتاب درسی هم اینطور فرمودند تصویر شلوغ بود، خلوتش کردیم. معاون وزیر مسکن هم در اوج گرانی اجاره خانه گفت بازار اجاره مسکن رو سامان دادیم، حالا نوبت خرید و فروشه. این وسط فقط و فقط یک جمله قصار درست حسابی تولید شد و اون هم جمله یکی از مسئولان سابق بود که در نامه‌ای به یک هنرپیشه معروف هالیوود نوشته بود با اتحاد با هم می توانیم جهان را اصلاح کنیم، که واقعا جمله درستی است. پاسدار سلامی که حتما معرف حضورتون هست، نابغه نظام و مخترع کرونایاب مستعان. بله، نابغه نظام این بار بعد از صحبت‌های خامنه‌ای خیلی دیگه خونش به جوش اومده و ادعا کرده که میخواد مشکل تحریم رو یک نفره حل بکنه. قضاوت با شما هم یک لیست از ادعاهایی که این پاسدار داشته و مشکلاتی که از نظام حل کرده رو ردیف کرده. آیا ورود این پاسدار به معرکه و ادعاهاش خودش نشونه چنته خالی نظام برای مقابله با مشکلات نیست؟ قضاوت با شما. پاسدار سلامی در نامه ای به خامنه ای نوشت که میخواهد با تحریم ها مقابله کند و کشور را بی نیاز کند. وی قبلا هم از این ادعاها داشته است. ویروس رو داخل قشاب دستگاه میگذارند و میدان مغناطیسی که این ویروس ایجاد میکنه باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه. البته با قربانی شدن ده ها هزار تن از مردم ایران بر اثر کرونا معلوم نشد کارایی مستعان سلامی چه بود. جای دیگر گفت با تشکیل قرارگاه ربیع قیمت ها را کنترل میکند، البته گرانی بیشتر و بیشتر شد. یا جای دیگر به آتش کشیدن آسمان ها را مدعی شد، اما بعد از کشته شدن فخری‌زاده و سلیمانی کاری نکرد. البته جنایات سپاه در حق مردم ایران در تاریخ بی‌نظیر است. با این پیشینه آیا ادعای حل موزل تحریم توسط سلامی حرف مفتی بیش نیست؟ خب دوستان، در پایان تیک تاک از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید از همه شما تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار همه شما.